سلام، من حسن سربخشیان هستم. به برنامه دیگری از دریچه خوش آمدید. در این برنامه درباره عکس‌های آقای یوسف کاش با شما صحبت خواهیم کرد. آقای یوسف کاش ترک تبار و اهل کانادا بود، اما اینجا در نشنال پورتریت گالری شهر واشنگتن عکس‌های آمریکایی‌هایی که ایشون از اونها عکاسی کرده به نمایش در اومدن. اونچه که باعث ماندگار شدن عکس‌های آقای کاش میشه استفاده ایشون از نور برای فضاسازی در محیط‌هایی هستش که ایشون پورتره رو اونجا میگیره و همچنین استفاده از دست انسان‌ها برای پوز دادن به افراد حاضر در عکس‌هاشون. بیش از یک دهه از مرگ یوسف کاش از استادان عکاسی قرن 20 می‌گذرد، ولی آثار او همچنان زنده و باقی است. عکاسی که با تصاویر خود بسیاری از سیاستمداران، هنرمندان، نویسندگان و دانشمندان جهان را جاودان ساخت. این نمایشگاه عالی حاصل هدیه 109 قطعه از عکس‌های به یاد ماندنی یوسف کاش به گالری ملی پورتری آمریکا است. یوسف کاش تلاش میکرد با سوژه مقابل خود ارتباط برقرار کنه و نتیجهش به وجود آوردن عکسی قابل احترام و همچنین آشکار کننده هویت واقعی فرد بود. من فکر میکنم شما اون نتیجه رو در عکس‌های این نمایشگاه میبینید. گفته میشود هنگامی که وینستون چرچیل، نخست وزیر وقت بریتانیا، در اوایل جنگ جهانی دوم به کانادا رفته بود، برای گرفتن عکس در مقابل دوربین یوسف کاش قرار گرفت، در حالی که حاضر نبود سیگار برگ معروفش را از گوشه دهانش بردارد. این پورتری وینستون چرچیل واقعا تأثیر بسیاری در شهرت بین‌المللی یوسف کاش داشت. این عکس در دسامبر 1941 در کانادا گرفته شده، زمانی که جنگ جهانی دوم در اروپا و دیگر نقاط در جریان بود. چرچیل اومده بود به کانادا برای صحبت در پارلمان آن کشور، و بعد از اینکه سخنرانی او تمام شد، کاش که قبلا وسایلش اونجا گذاشته بود، آماده عکس برداری شد. چرچیل نمیدونست که قرار چنین کاری انجام بشه و او تعجب کرده بود که کاش اونجا در اتاق کناری آماده است تا عکس او رو بگیره. او در اون لحظه سیگار دستش بود و کاش فکر کرده بود که اون عکسی که قرار بود از چرچیل بگیره با سیگار در دست او ممکن نخواهد. رفتم به سمت او و خیلی محترمانه سیگار رو از لبش برداشتم و گفتم ببخشید آقا. کاش فکر میکرد که چرچیل آماده است که چیزی به او بگه، چون او مانند شیر بود که آماده قرشه. این عکس تبدیل شد به معروف‌ترین عکس چرچیل که در همه جای دنیا پخش شد. اگه شما تعجب میکنید که چرا عکس چرچیل در جمع عکس‌های این نمایشگاهه که در برگیرنده عکس‌هایی که کاش از آمریکاییان گرفته، به خاطر اینکه چرچیل اولین فرد خارجی بود که از طرف کنگره آمریکا به عنوان شهروند افتخاری آمریکا برگزیده شد. بسیاری از کسانی که یوسف کاش از آنان عکس گرفت، چهره‌ای تاریخ‌ساز بودند، از جمله شارل دوگل، فرانکلین روزولت، هری ترومن و جان اف کندی، و همچنین هنرمندان چون کلارک گیبل، گروچو مارکس و همفری بوگارد. کاش دوست داشت از اینگرید برگمن عکاسی کنه، به خاطر اینکه او با آرایش غلیظ هالیوودی به محل عکاسی نمی اومد. او خیلی طبیعی بود و من فکر میکنم این عکس به خوبی جوانی او را، همچنین زیباییش را ثبت کرده. کاش میگوید عکاسی هدف او در زندگی بود، هدفی که در 15 سالگی و زمانی که والدینش برای نجات از قتل عام شهروندان ارمنی در ترکیه او را به اتاوا در کانادا فرستادند کشف کرد. عکاسی یکی از مهیج‌ترین شغل‌های جهان است. بسیاری از عکس‌هایی که او در 63 سال حرفه عکاسی‌اش گرفت شاهکارهای نور و سایه هستند، عکس‌هایی که به نظر می‌رسد حتی روح شخص را هویدا می‌کند. این عکس از محمد علی کلی گرفته شده که قهرمان بوکس جهان در سال 1964 بود. او به اسلام گرویده بود و بعد از اون او به ارتش آمریکا برای اعزام به جنگ ویتنام ملحق نشد و به خاطر همین هم مورد تعقیب قضایی قرار گرفت. او نوشته است: من معتقدم وظیفه یک هنرمند انجام دو کار است، برهنه کردن روح شخص مقابل دوربین و برانگیختن احساسات مشاهده کننده. یوسف کاش در سال 1997 در 89 سالگی بازنشسته شد و در سال 2002 در 93 سالگی در بوستون ایالات متحده درگذشت.
دکتر هادی شفایی مؤسس رشته عکاسی در دانشگاه‌های ایران به شمار می‌رن. آقای هادی شفایی که این روزها در امریکا به سر می‌بره در مصاحبه‌ای با برنامه دریچه درباره عکس‌های پورتری که تخصص ایشان بود صحبت کردند. من در تمام مدت برای نشستن مشتری هر کسی که می‌خواست باشه، وزیر و وکیل و فلان، هر کس 5-6 تا صندوق شیرخوش گیوز، اونها خیلی مرتب بودند. نمایندگی چم داروخانه ری بود، خیابانستان بود. 7-8-10 تا از اون صندوق‌ها گرفته بودم. تهمه رو روی اون صندوق نشوندم به تمام عکس‌هایی که گرفتم. اینه بعضی ها گفتن که آخه چه؟ گفتم من میخوام کسی که جلوی من میاد اون شخصیتش رو بذاره کنار، روی صندوق بنشینه. به تا آخر من این کار رو کردم. چندین سال گذشت که پورتره های من تو دست ها گشت. و یه چیز جالب هم، قیمت برای عکس هم، قیمت و فرمات عکاسخونه ها از عکس پرسونلی تا کارت پستال و اینا همه جور عکس می گرفتند. من دیدم با این زحمتی که من شخصا برای عکس خواهم کشید و اون چیزی که وجود خواهم آورد، این در قطعهای کوچک دیده نمیشه چیزی. برای خودم فرمات که هیچ معمول نیست، 12x16 ببینید این اندازه اصلا معمول نیست، یا 13x18 یا 10x15. من 12x16 رو انتخاب کردم. گفتم این فرمات ثابت عکسای من خواهد بود، از این کوچکتر نخواهم گرفت. بعد اومدم فکرش به قیمت. ساکو عکاس دربار شاهنشاهی بود، تابلوی بزرگی ها، اعیان اشراف همه اونجا عکس میگرفتن. اون 6 تا کارت پستال رو 12 تومن میگرفت. تو خونه آشنا دوستان همه میگفتند 90 تومن ساکو 12 تومن میگیره عکاس دربار. گفتم این مارکی که من، این مارک هادی، نشستم برای خودم این رو مارک درست کردم. در ایران هیچ معمول نبود در پای عکس ها عکاس مارک اسمی بذاره. من این رو طراحی کردم و زیر همه عکس هم در این گوشه اینو گذاشتم. گفتم این مارک به عنوان تشخص بین مردم باید جلوه کنه، چون وسیله‌ای که عکس رو به وجود بیاره یه وسیله فنی است. این باعث میشه که فکر بکنند این کار فنیه، ولی اگر کسی تو مغزش چیزی نباشه که بخواد اون رو با این وسیله پیاده بکنه، وقتی اون بود تو مغزش، اون هنر بود اونجا، نقاش با قلم موش و رنگ اینو پیاده میکنه روی کاغذ، عکاس به وسیله دوربین و وسایل فنی. وسایلش فنی است، ولی اگر هنری توش نباشه یک عکس به وجود میاد اما توش هنری نیست. در این قسمت از برنامه شما رو با آثار آقای فرهاد فخریان، عکاس ایرانی که در مالزی از دیوارهای قدیمی و تاریخی گرفتن آشنا خواهیم کرد. جورج تاون مرکز ایالت پننگ هست در مالزی و واقع شده در یک جزیره. از سال 2008 در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته و
و از سال 2010 جشنواره بین المللی فرهنگی هنری جورج تاون کار خودش رو شروع کرد. عکس هایی که از دیوارهای قدیمی و تاریخی بناها من گرفته بودم که تحت تاثیر شرایط جوی و اقلیمی دچار فرسایش و کهنگی شده بودن، با این هدف که بتونه نظر مخاطبین رو به سمت این دیوارها جذب بکنه، جلب بکنه، چون خود بناها به اندازه کافی جذابیت دارن اما به دیوارها التفاتی نمیشه. خود من اولین بار که این دیوارها رو دیدم به یاد نقاشی های اکسپرسیونیزم انتزاعی افتادم و با همون پیش زمینه در واقع شروع کردم به کادر کردن عکس‌ها و گرفتنشون. چیزی در حدود 3.5 سال بیشتر هدفم در تحقیق این بود که ببینم آیا بازنمایی واقعیت یا شبیه‌سازی واقعیت میتونه نظرها رو به سوی خود واقعیت سوق بده و با نصب عکس‌ها روی خود موضوعات که دیوارها بودن میخواستم در واقع ببینم این هدف تحقق پیدا میکنه. تعدادی از عکس‌ها بر روی دیوار قرار گرفتن. چاپ عکس‌ها رو من به عمق کمی تیره‌تر و با اشباه رنگی بیشتر در نظر گرفتم که بتونه خودش رو جدا کنه از پس زمینه. اختلاف بین بازنمایی و اصل واقعیت مشهودتر بشه. عکس‌های خود را با ایمیل dariche@voanews.com برای ما ارسال کنید و از طریق فیسبوک و صفحه اینستاگرام برنامه با ما در ارتباط باشید.